درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و این برنامه شماره 241 از مجموعه مرغ سحر هست که به طور افتخاری برای این تلویزیون تهیه کردم. همکاران ارجمند من در طول این 241 برنامه، یعنی 241 هفته، عبارتند از علی کارگردان فنی و دقیق برنامه و همینطور همکارم پومن که در کار تهیه برنامه بدون تردید از کمک‌های او برخوردار. امروز بحثی که داریم با یک فعال سیاسی متواضع اما پرکار و اندیشمند هست که سخت به نظرات او احترام می‌گذارم، اگرچه ممکنه در بعضی از موارد هم با او تفاوت نظر داشته باشم که حتما اینطور هست. می‌دونید اون چه که در این روزهای ایران نظر من رو جلب کرده پاسخ به این پرسش است که چه اتفاقی افتاد که بعد از چندین ماه تلاش مردم و بدون تردید سرکوبی که انتظار می رفت، بناگهان ما در ایران با یک سکوت مواجه هستیم. سکوت دردناکی است و همینطور ملاحظه می کنیم که نسل جوان ایران به میدان آمد در این دور از مبارزه، تلاش بسیار زیادی کرد، جان داد. جوانی های برباد رفته ای رو ما داریم، شاید از یه نظر نباید گفت برباد رفته، ولی به هر حال جان دادند صرفا برای آزاد زیستن، برای اعتقاد به اینکه آزاد باید باشند به عنوان انسان آزاد، تصمیم گیری در زندگی شخصی خودشون. همه چیز با یک جرقه شروع شد. یک جرقه یعنی یک قتل حکومتی، یک نادان حکومتی دختری رو در واقع از پای در آورد، مهسا امینی، و همه جا بعد از مهسا امینی غرق در آتش شد. اما چرا این آتش فرو نشست؟ آیا امیدی به زنده شدن هست؟ بدون تردید هست، ولی چرا ما 96 98 و بعد همین سال گذشته درگیر این قضیه میشیم اما به جایی نمیرسیم؟ نمیدونم. مهمان ارجمند من ناصر شاهین پر عزیز در این باره چی فکر میکنه؟ به هر حال خوشبین نیستم، اما بشینیم پای صحبت های آقای ناصر شاهین‌پر، فعال سیاسی و شخصیت ارزنده‌ای که نظرات مهمی رو در این باره بدون تردید ارائه خواهد داد. آقای شاهین‌پر، خوش آمدید به برنامه. سلام عرض می‌کنم، درود فراوان دارم به شما و به همه هموطنان عزیزم که برنامه شما رو می‌بینند و در خدمتتون هستم. بله، این مطالبی که فرمودید من زیاد باش موافق نیستم. یعنی من اصلا سکوتی در ایران نمیبینم، خاموشی در ایران نمیبینم، شکستی در جنبش مردم ایران نمیبینم. من یه قدم پیروزی میبینم و یه قدم عقب نشینی دستگاه تمامیت‌خواه دیکتاتور ایدئولوژی زده مفلوک و بعد یک مقدار دستپاچگی های شدید در دستگاه هیئت حاکمه میبینم که برای رفع رجوع کردن و برگرداندن سلامت به حکومت و رابطه حکومت و مردم نه تنها هیچ کاری نکردن، بلکه دارن با اقدامات ناشیانه و شتاب زدهشون بدتر هم میکنن. حالا براتون مثال میزنم. اولا من چرا فکر میکنم که انقلاب فرو ننشسته؟
ببینیم که ما بعد از داستان مهسا در ایران چه اتفاقی افتاد. با حادثه‌ای که برای مهسا رخ داد، یک اعتراض دست جمعی مدنی برای اولین بار در ایران رخ داد. معنی بیرون آمدن ها، تظاهرات، حتی کشته شدن های زیاد در تاریخ های گذشته در صد بسیار زیادیش حداقل انگیزش صنفی بود. شما ببینید به دنبال سه برابر شدن قیمت بنزین، خب مردم بیرون ریختند سال 98. این بار نه، این بار به خاطر مسئله حجاب و مسئله تجاوز به جان یک نفر، یک دختر، مردم بیرون ریختند. به اعتقاد من خوب هم تجزیه تحلیل نشد که این دستگاه، این دستگاه هیئت حاکمه چرا مهسا رو کشت. این اون خیابون وزرا، اون ساختمونه چیه که چند نفر دختری میبرن توش و یه جنازه بیرون میاد؟ چرا این اتفاق افتاده؟ آیا در تاریخ‌های قبلی هم این اتفاق میافتاده یا این برای اولین بار بوده؟ اگه برای اولین بار بوده چرا؟ وقتی به این چراها بخوایم فکر بکنیم، من به اینجا میرسم که اینقدر این دستگاه هیئت حاکمه و گردانندگانش، یعنی اون قشری از جامعه ایران که در حقیقت چرک کالبد ایران و ایرانیست، اون قسمت فاسد کالبد ایرانیست، این از روی تنگ نظری، نداشتن سعی سطر، بدبختی ها و ذلت های فکری گیر داد به یه دختری که زیبا بود، گیر داد به یه دختری که شیک پوش. خوب که نگاه میکنیم میبینیم حجاب مهسا درست بود. حجابش حجابی نبود که اینو به خاطر بی‌حجابی یا بدحجابی بگیرند. وقتی به این از لاش فکر میکنیم میبینیم که این گردانندگان دستگاه حکومتی ایران چقدر ذلیل، چقدر فرومایه و بدبختن، و در مقابل این مردم ایران که روز به روز رشد فکری بیشتری دارن به دلیل اینکه در این 44 سال صابون‌های مختلفی از این هیئت حاکمه، از این ایدئولوژی، از این اسلام به جامعشون خورده. من معتقد هستم که هیچ روز و روزگاری در تاریخ این 1400 ساله گذشته ایران تا کنون مردم ایران به اندازه امروز اسلام شناسیشون خوب نبوده. امروز مردم ایران اسلام رو خوب میشناسن، روحانی رو خوب میشناسن، میدونن که خواسته اسلام از انسان چیه، در نتیجه موضعشون مشخصه. حالا اون اینا حرفای زائده و در حاشیه است. اون چی که اتفاق افتاد، اعتراض در مقابل کشته شدن مهسا بود، اعتراض در مقابل مسئله حجاب بود، و در این مورد جوانان من کشور که بیرون ریختن نهایت پیروزی رو به دست آوردند، به این دلیل که امروز دخترها و خانمها بدون حجاب در خیابانها راه میرند و دولت و هیئت حاکمه هر ترفندی میزنه نمیتونه قطع کنه این ماجرا. این یه طرف قضیه. اما اینکه خاموش شده یا نشده، اگر یه ملتی میبینه که در یه موردی اقدام کرده، قدم گذاشته و تونسته یک سنگر رو فتح کنه، میره میخوابه؟ به نظر شما نمیره بخوابه، چون متوجه شده که اگر بیاد بیرون میتونه سنگر به سنگر فتح کنه. من به پیروزی برقاسایی که در سال 57 رخ داد ابدا اعتقاد ندارم.
یه مقدار هیجان رو مثل آمپول فرو کردن تو تن یه ملتی، مردمی که از سیاست چندان چیزی نمیدونستن، فقط یه اکثریتشون هم یه ایمانی داشتند و یه باوری به یه آخوندی و اون داستانهایی که دیگه نمیخوام تکرار کنم بود. و اون اتفاق افتاد که حاصلش نه تنها هیچ نبود، حاصلش یک جهنم بود. امروز آنگونه نباید جلو بریم، نباید انتظار داشته باشیم که مردم بیان بیرون و دستگاه رو بلرزونن، بپاشونن و برن جا... چی بری جاشو بگیره، چگونه جاشو بگیره. اما وقتی تجزیه تحلیل میکنیم میبینیم که مردم ایران در یک دوره آمدن بیرون و نیروی خودشون رو به دستگاه نشون دادن، دستپاچگی های لازم رو برای دستگاه به وجود آوردن و دستگاه اگر هوشیار می بود می آمد اتاق فکر می گذاشت، می گفت انگیزه های این مردم برای بیرون آمدن چی بود، بیاییم اونا رو کم کنیم، بنابراین یه کاری کنیم که آب قطع نشه، برق قطع نشه، گوشت ارزون شه، نان ارزون شه. مثلا هیچ کدوم این کارا رو نتونسته بکنه. اما برای حمله بعدی مردم خواسته مقاومت خودش رو بیشتر کنه، در نتیجه رفته این چی میگن داره دسته که تو عراق رو انداختن، اینا رو دارن میارن دانشجو دانشگاه کنند، دارن از طریق این مجاهدین عراقی و افغانی یا به شدت یارگیری میکنن برای اینکه در مقابل حملات بعدی مردم آمادگی و توان بیشتری داشته، حالان که هیچ فایده ای براشون نخواهد داشت. برگردیم دوباره به همون حرکت مردمی و عکس العمل‌های دولت و آنچه که در هیئت حاکمه رخ داد. در درجه اول اینکه با دستپاچگی دست زد به آدم کشی و برای خودش در جهان حیثیتی باقی نگذاشت. شما دیدید این چند روز در فرانسه این همه اتفاق افتاد، یک نفر کشته نشد. ولی اونجا قاضی ایرانی به جرم چپه کردن سطل خاکروبه و آتیش زدن سطل خاکروبه حکم اعدام داد. اینا رو که مقایسه میکنه جهان لاغر حساب دست همه میاد. اینا رو بزنیم کنار. در همین زمان کوتاه، زمان 50-60 روزه و در همین بیرون آمدن بسیار بسیار مختصر که من باورم نمیشه که بیشتر از 10-11% مردم بیرون آمده باشن، مردم معترض، نیومده کسی بیرون، با این بیرون، برای اینکه دیدیم اون راه پیمایی های قاسو و عاشورا در ایران به وجود نیامد، نماز عید فطر در ایران به وجود نیامد، 50 نفر اینجا، 60 نفر اینجا، 100 نفر اونجا، به این شکل، یعنی هسته های متفاوتی و دولت رو فلج کرد در این حال. یکی از گرفتاری های دولت هم در مقابل اینم گفته باشم ضمناً عرض و حرف میاد، بدون رهبر بودنش بود. این جمعیت بدون رهبر آمد به میدان و در هیئت حاکمه نمیدونست که بره کجا، کی رو بگیره، چه کسانی رو دستگیر کنه که این فتنه بخوابه، این آشوب بخوابه. یعنی رهبری تجزیه شد بین آحاد مردم ایران. این بزرگترین نعمتی بود که برای مردم به وجود آمد و داره جلو میره. اما تو این مدت کوتاه دیدیم که چگونه از پیکر هیئت حاکمه ریخت. هیئت حاکمه دچار ریزش شد، اینقدر که در اون جلسه محرمانه که در حقیقت فاش میشه و من و شما میخونیم، اون 60 نفر سران سپاه پاسداران، فرماندهان سپاه پاسداران، یک نفرشون حتی یک گزارش مثبت نداد.
همه اینا شکایت کردن که افراد ما به ما وفادار نیستن دیگه، افراد ما فرمان نمیبرند از ما. این نگرانی که افراد ما از ما فرمان نمیبرند سبب شده که امروز آقای خامنه ای داره یارگیری میکنه، میخواد که هشت شعبی بیاره تو مملکت و افغانی ها رو بیاره و تو دانشگاه ببره و عزت بده و جمعشون کنه. بنابراین با همین اقدام مختصر این ریزش در هیئت حاکمه انجام شد. من باور دارم، ایمان دارم که اگر این اقدام با این شکل و شمایل مدنیش نه سنفی، یعنی مردم در مثلا با اون شعار زن زندگی آزادی، پشت این شعار اون جمعیت خاکستری، بخشی از اون جمعیت بیرون بیاد و این جمعیتی که ما در 7-8 ماه پیش دیدیم حداقل دو برابر بشه، این هیئت حاکمه ریزشش شدت بیشتری پیدا میکنه تا اونجا که فرار هم به اینها رخ بده. ناامیدی و یأس در دفعه پیش به حدی بود که بسیاری از زمامدارها، وزرا، معاونین وزرا صحبت فرار کرده بودند. ناامیدی رو بیان که ابراز کرده بودند نسبت به روز بعدشون. چرا؟ برای اینکه دستگاه پوچیده است. دستگاه در مسیر اصلاح دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه موقعی بود که یه دولتی وجود داشت و یه امکاناتی داشت اون دولت، میگو خب حالا که ما این اعتراضات دیدیم میایم در مقابلش این امور رفاهی رو گسترش میدیم و یک بخش عظیمی از جمعیت رو یا یه بخش کوچیکی از جمعیت رو راضی میکنیم. اینها در مورد یک نفر هم نتونستند این کار رو بکنند. در هیچ موردی هیچ کاری نتونستند بکنند. ما یادمون نره که هیئت حاکمه ایران تنها هیئت حاکمه ای در دنیا، شاید در طول تاریخ، که اوباش سالاریه، لات سالاریه، بی سواد سالاریه. هرچی بی سوادتر بهتر برای ایران. فکرشو بکنید رئیس جمهوری که 6 کلاس بیشتر سواد نداره چگونه میتونه یه وزیر تحصیل کرده ای که یل، هاروارد، نمیدونم استنفورد درس خونده بیار ازش کار بکشه؟ چجوری میتونه باش صحبت کنه؟ اصلا مجبور آدم هایی رو بیاره که به اونها میتونه مسلط باشه. در چه این میشه؟ نگاه کنید به سخنران ها، نگاه کنید به سخنگوها، حتی سر سوزن شعور انسانی، سواد، فهم امروزی بشر در این آدم ها نمیبینید. آقای شاهین پر جانم، اجازه بدید عرض کنم خدمتتون که با اون نظرتون که این در واقع شبیه این حکومت که اوباش در اون نقش دارن در طول تاریخ وجود نداشته موافق نباشه، برای اینکه نه در مسیر دفاع از این حکومت، بله منم میدونم که خیلی مسخره هست که ابراهیم رئیسی قاتل با 6 کلاس سواد امروز رهبری یک جامعه رو داشته باشه که اکثریت نس، اگر از نظر جنسی نگاه بکنیم بین زن و مرد، میزان زنان تحصیل کردهش و دانشگاهیش حتی از مردانش بیشتر شده و این یه نقطه تحول بسیار بزرگه و طبیعی است که اینها نتونن به یاوه های آدم های شبیه ابراهیم رئیسی تن بدن و در مقابل اون سرفرود بیارن. اما
امیدواری های شما را میفهمم، اما این امیدواری ها در این حال من میبره به یه نقطه دیگری در دنیا که شاید شبیه اون الگو رو حاکمان فعلی ایران در پی کاربردش هستن در ایران و اون کره شمالی است. تا همه مردم از پا در بیان، علفخواری حتی در جامعه رواج پیدا بکنه، اما حکومت بر سر جاش بمونه. این مسئله چجوری میشه باهاش برخورد کرد؟ من شعار زن، زندگی، آزادی رو خیلی شعار شیک و اصلا جهان دیگه، من که نباید بگم که جهان رو گرفت، بله، و جهانی شد، جهان اون رو فهمید. اما قشر خاکستری جامعه یا اون رو نفهمید یا به صلاحش نبود. من به زده بدید حرف آخرم رو بزنم. من مسیر ایران رو به سوی آزادی روی دریای خون میبینم. چندین بار هم این نقطه نظرم رو مطرح کردم و حالا درست یا غلط به هر حال به این نتیجه رسیدم. تا زمانی که عمامه آخوندها تناب دار آخوندها نشه در سراسر خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز، ما تا از این مسیر نگذریم حکومت جمهوری اسلامی هزار راه رو پیدا میکنه برای تداوم خودش. نگران مردم هم نیست. شما راه نجات رو چجوری میبینید؟ در یک سری تغییرات مسالمت آمیز، فعالیت های مدنی، یا شما هم ایران رو روی بستر خون میبینید؟ نه، من خدا نکنه آرزو نمی کنم، پرهیز میکنم از گفتنش. حتی این خشونتی که شما متصور هستید و پیش بینی میکنید، این خشونت اون وقت دیگه پایان پذیر نخواهد بود. خشونت راه دیگری هم برای نجات نخواهد بود. چرا؟ ببینید، ماندلا مگر نجات نداد مردمشو؟ چرا؟ راه وجود داره. این راه ها به اندازه مغز ها وجود داره. من و شما یک مغزیم، حالا میلیون ها مغزی دیگر هم هست و نباید هم این خشونت رو ترویج کرد. نباید هم راجعه خشونت. آقای شاهین فر اجازه بدین، اصلا قصدم ترویج خشونت نیست. میفهم متوجه است. تمام این ماجرای اخیر با یک اشتباه و حماقت یک افسر آغاز شد، با مشتی که بر سر مهسا امینی کوبید و سر اون خورد به لب جوب و خلاصه بعد از اون هم بردنش به بازداشتگاه و هممون میدونیم چی شد. امروز اگر شما به صحنه هایی که از ایران میاد توجه بفرمایید و من بهتون خبر دست اول مطمئن بدم از مسافری که 10 روز پیش از ایران آمد و من او رو از نزدیک میشناسم، میگه مسئله حجاب در شهرهای شمالی ایران، این قسمت ها رو ایشون دیده، شمالی و تهران به کل حل شده است. یعنی زنها یا به طور کامل بی حجابن و یک شال بی قواره‌ای رو از گردنشون آویزان کردن تا اگر مسئله پیش اومد اینو بکشن بالای سرشون. و حکومت کاملا فهمیده که در اینجور مسائل اصلا کلاش پشمی نداره و بهتر عقب بشینه. خب با این تمهیداتی که اینا میاندیشند بر عمر خودشون اضافه نمی کنند. اینها فقط نگران باقی ماندن بر سریر قدرت هست. هیچ چیز دیگه این نمیخوان. مردم ایران جایی بر در تعیین استراتژی یا تاکتیکای رهبری جمهوری اسلامی نداره. بفرمید. دو تا پاسخ وجود داره. اگر که این حکومت بیاد تایید کنه بی‌حجابی خانم ها رو، بگه آقا من کاری ندارم، من ضعیفم، با شما نمیتونم کاری داشته باشم، بعد نان مردم هم تامین کنه
بعد آزادی به روزنامه ها و جرایدم هم بده، به احزاب سیاسی هم آزادی بده، دیگه از ترسم اگه نکنم انقلاب. بعد دیگه ما چی میخواییم اصلا؟ پس خب تقریبا آقای شایفر داره اینا رو میده. خب اگه بده، پس سنگرهایی که این مردم دارن فتح میکنند. ببینید، ما با یک آدم، با یک موجود فیزیکی مقابله نمی کنیم، ما با یک موضوع مقابله می کنیم، ما با یک وضعیت مقابله می کنیم. اگر این وضعیت رو با همین آدم ها بتونیم عقب عقب و عقب ببریم، قدم به قدم به پیروزی رسیدیم. پیروزی ناگهانی، پیروزی یک شبه، یه بادکنکیه که با یه سنجاق هم بادش خالی میشه و میره، میشه انقلاب 57. بگذارید که توش پشتش فکر باشه، عمل باشه، مبارزه یه جدی باشه و به نتیجه برسه. من معتقدم که این سنگری رو که زنهای ایران فتح کردن دیگه پس گرفتنی نیست. باید حالا مردم برن سنگری دوم رو فتح کنن. بذار این آقا باشه، بذار همین آقای رئیسی باشه، همون روی که اینجا سیاهه باشه. اینا بر من این مهم نیست. بر من این مهمه که انسان ایرانی نخواد پوست مرغ به بچهش بده، بتونه گوشت مرغ رو به راحتی بخره بذاره برای جلوی بچهش. اگر بتونن مردم کاری بکنن که این دستگاه پولی رو که داریم میبره تو سوریه خرج بکنه، پولی که میبره این ور اونور خرج بکنه، یا دزدی میکنه یا چه میکنه، این امکانات رو برای مردم فراهم کنه، این باز سنگر بعدی است که ما فتح کردیم. اگر این سنگرها رو به این شکل به تدریج یکی پس از دیگری فتح کنیم، به آزادی رسیدیم. بعدم اصلا شما نگران نباشید. چقدر طول میکشه؟ 100 سال. یعنی بله، بگذار 100 سال طول بکشه. برای اینکه این شورش ها، این انقلاباتی که این شورش ها که ما اسمشون انقلاب گذاشتیم و انجام دادیم و زود به نتیجه رسیدیم، به چیه کف دست اون اومد؟ من معتقدم حتی از انقلاب مشروطه چیزی کف دست ما نیومد. چرا؟ برای اینکه زود به نتیجه رسید. موقعی مشروطه اومد توی مملکت که مردم نمیدونستن مشروطه چیه. چه کسی باید علمدار این مشروطه میبود؟ خب باید شما برگردید، نه باید برگردید آقای شاهین برد، این نگاه رو هم داشته باشید. زمانی مشروطه اومد که قبل از اون ناصرالدین شاه قاجار می نشست و یه محکومی رو می آوردن و جلوش سر می بریدن. ما یه همچین جامعه عقب افتاده ما قبل قرون وسطا هم بودیم، یعنی راه طولانی اومدیم که امروز من و شما داریم نشستیم با هم دیگه این بحثا رو میکنیم. پس عزیز من، قبول داریم که موضوع فرهنگیه. فقط فرهنگی نیست. آه؟ فقط فرهنگی نیست. نه خیر، من نمیگم 100% فرهنگیه. اما مسئله عامل فرهنگی در این کار دخالت داره. من شما یه مثال بذارم. شما 100% مطمئنی که اگر امروز در ایران رفراندوم بگذارن، سازمان ملل، کشورهای دیگه هم بیان نظارت کنن، هیچ تقلبی هم نشه، نتیجه اون رفراندوم یه چیز مطلوب نظر شماست؟ من اصلا فکر نمی کنم همچین وجود چیزی در ایران امکان داشته باشه. نه به فرض محال من فکر می کنم اگر مردم آگاه بشن. من میخوام بگم که باید مردمی داریم که این مردم میباید در درجه اول یک سری آموزش های سیاسی ببینند. به این دلیل که میگم من دوست ندارم زود پیروز بشیم، زود موفق بشیم. آقای شاهین‌پر، عصری که ما هستیم عصر 10 سال پیش نیست، 5 سال پیش هم نیست. ما داریم به عصری میرسیم که هوش مصنوعی داره میاد موجودیت خود انسان رو هم در معرض خطر قرار میده. معلوم نیست 10 سال دیگه کجا باشه، معلوم نیست اصلا 10 سال دیگه این نوع بحث و گفتگو محلی از اعراب داشته باشه.
آقای شاهین‌فر، فکر نمی کنید که فارغ از داخل خارج و داخل کشور، بزرگترین آسیبی که ما دیدیم این است که جمهوری اسلامی تا اونجایی که میتونسته جامعه ایران رو تهی کرده از کسانی که در طول سالهای حاکمیتش پتانسیل رهبری، ظرفیت رهبری داشتن، و بیشترین ضربه‌ای که ما در طول 8 ماه گذشته خوردیم از رهبری بود. یه رهبری نداشتیم، رهبری رو یه رهبری ساختگی برامون در خارج از کشور درست کردن، و بقیه هم که در داخل کشور هستند خب دارن در سیاهچالهای جمهوری اسلامی فقط تلاش میکنن زنده بمونن. فکر نمی کنید این مسئله یه مسئله مهمی است؟ شاید من اگه قرار باشه موافقت داشته باشم با نظر شما در مورد 100 سال که ندارم، من فکر میکنم ما سرزمین رهبران فرهمند هستیم. ما همیشه رهبری بوده که بهمون کمک کرده، و حالا که در میدون رهبری نیست، رهبری محلی شاید همون نظر شما رو تأمین کنه برای 100 سال دیگه. بله، این 100 سالی که من عرض کردم البته مبالغه آمیز بود. منم میخوام سوء استفاده کنم از نظر شما، بفرمایید. اینطوری ببینید، اینطور بوده در این تشکیلات تمامیت خواه و دیکتاتور و سفاک، اینطور بوده که اگر یک هیئتی جمع بشن که رهبری مردم رو به عهده بگیرن، در داخل کشور بگیرن، این هیئت بالاخره یه روز شناخته میشه و بعد وزارت اطلاعات و سازمان‌ها و اینا میرن میگیرن اینا رو، میبرن میکشن، تموم میشه و از بین میره و رهبری تمام میشه. اما این حالت پیش اومده، ما و شما عادت داریم که بقایع رو الگو برداری کنیم از آنچه که در گذشته ها رخ داده. یعنی بگیم تا حالا همه جا رهبر وجود داشته، پس بی رهبر نمیشه. حالا که ممکنه که این کیس حالت خودش رو داشته باشه، مثلا این که در همین حوادث اخیر ایران که هیچ رهبری وجود نداشت و این اتحاد و این اتفاق بین مردم بود، اینا مردم چی دیدی هم یه خبر میکردن که سر فلان چهار را بیان. وقتی اینو خوب بهش دقت کنیم میبینیم که رهبری وجود داشت، این رهبری تقسیم شده تو آحاد مردم. حالا اون ور قضیه رو بگیریم، من و شما به رهبری چه کسی امروز در مملکت میتونیم اعتماد داشته باشیم؟ لازم نیست ما به رهبری اعتماد داشته باشیم. من با نظر شما در این مورد موافق نیستم آقای شاهین‌فر. اگر ما به کسی اعتماد نداریم، نه نشد. شما رهبر در موضعی آقای شاهین‌فر، ایران سرزمین رهبران فرهمنده. آخه این صد جمله رو بگید، منم چون تعارف آمیزه نمیخوام عرضی بکنم. نه سرزمین رهبران فرهمنده یعنی چی؟ یعنی توش گاندی بوده، یعنی توش ماندلا بوده، نه یعنی توش جفرسون بوده. باید بزنیم ما، نه شما آخه مقایسه میکنید با کسانی که هنوز در ایران عرصه ظهور اونها هم نیست. ببینید آقای شاهین‌فر، 124,000 پیغمبر خداوند در خاورمیانه آمده به دنیا و رهبری مذهبی و امروز رو به عهده گرفته، رهبری مردم به عهده گرفته. ایران یکی از کشورهایی است که در مرکز این نگاه به رهبر قرار گرفته. شما این خصلت فرهنگی رو نمیتونید از مردم ایران بگیرید. اون که شما در مورد رهبران محلی اشاره میفرمایید، به عنوان رهبران میکرو محله های کوچک قابل فهمه، ولی یک رهبری که مثل کاوه آهنگر پرچم رو به دست بگیره و به خانه ضحاک حمله بکنه، این هنوز ما این خصلت رو داریم. آقای فرزنده، چقدر خوشحالم که این برنامه تبدیل شده به گفتگوی بین من و شما. چقدر واقعا من دارم لذت میبرم از این برنامه و از این گفتگو. عزیزم، من متاسفم که شما رو دارم اذیت میکنم.
نه 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 شما دارید به من محبت میکنید و دارید خیلی منو خوشحال میکنید. بگذارید که اینطور برنامه گفتگو بشه و بین من و شما هموطنان ما هستن، خودشون قضاوت میکنند و به هر حال چیزی گیرشون میاد مهم نیست. عرض کنم به شما که اولا اون 124,000 پیغمبری که میگید فیکه. 124,000 یه دروغه که من و شما نباید بگیم. شما از تاریخ بشر رو، از موقعی که زبان در آورده حرف زده تا حالا رو بیایید این 124,000 رو تقسیم کنید توش، میشه هر 10 روز 15 روز یه پیغمبر. اونو بنداز دور، به اون تکیه نکنید. اما بیایید بر سر این که ایران مرکز نمیدونم رهبران فرهمنده. بله. اگر که اینا کیان، اینا برخواسته از یک کالچری هن، برخواسته از یک فرهنگی هن، بین من و شما و اونا مشترک. خوب که نگاه کنیم میبینیم از کجا آمدند. ببین از ابو مسلم خراسانی بگیر تا یعقوب لیس تا این دوتا، این سردار ملی مشروطه ستارخان، پشتش رو نگاه کنیم ببینیم از کجا آمدند، از کجای جامعه بلند شدند، چه کاره بودند، شغلشون چی بوده قبلا، بعد میزان سوادشون فهمید اینا چی بوده، اینا همشون به رهبران فرهمند تبدیل شدن. میدونی چرا؟ برای اینکه در یک لحظه یک ضرورت تاریخی یک نفر رو لازم داشته که یا شمشیرش یا خوندهای تفنگش رو تکون بده که یه عده پشت سرش را بیفتن، و این اتفاق برای این آدم افتاده. بگن ما که میدونیم ستارخان چه کاره بوده، من که میدونم یعقوب لیث چه کاره بوده، من که میدونم ابو مسلم خراسانی چه کاره بوده. ببینید اینا جزی از این فرق، اینا توفه نیستند، اینا از ستاره دیگری نیومدن، اینا وسط ماها آمدن. ماهاییم که گنده تران منتازه اینان. وقتی میگم که اصو اساس قضیه فرهنگیه برای اینه، من کجاشو بگیرم؟ شما بیام مقایسه کن، وقتی که یه چیزایی رو با هم دیگه مقایسه کنیم متوجه میشیم که ما به یه نقاطی امروز نمیتونیم برسیم، مگر اینکه یه شرایطی رو در کل جامعه در خودمون عوض کنیم. اونجایی که یه اتفاق افتاده، یک دموکراسی پابرجا به وجود آمده، میزان مطالعهش چقدر بوده؟ میانگین مطالعهش در سال چقدر بوده؟ میانگین مطالعه ما در اواسط قرن بیستم به دقیقه محاسبه می شده در سال، الان هم به ساعت نرسیده. یک کشور 5 میلیونی شمال ایران، این اسمام یادم میره چیستان که فارسی حرف می زنند، تاجیکستان، در تاجیکستان یک کتاب با 50,000 نسخه چاپ میشه، با 5 میلیون جمعیت، و در کشور من با 80 میلیون جمعیت یک کتاب با 2,000-3,000 نسخه چاپ میشه و میمونه رو دست مردم. اینا رو وقتی با این مقایسه کنیم، چه نتیجه میخواید بگیرید؟ میخوام بگم که ما یک سری ابزارها رو در کل برای بسیاری از ایدئال‌هایی که تو مغز من و شماست نداریم، باید به دست بیاریم قبلا. پس باش تا صبح دولتت بدم. باید که صبح دولتمون بدمه. باید اینی که امروز مردم از وسط مردم ایران یک شعار درست در اومد، من دارم از خوشحالی شعار از آقای شاهین‌پر،
شعار از وسط مردم ایران در نیومد. شما میدونید، منم میدونم. شعار زن زندگی آزادی شعار این مردم گفتند. اصلا شک ندارم مردم گفتند. پذیرفتند. ولی شعار نتونست قشر عظیم خاکستری رو پشت این جوونا بیاره. ببینید حالا که تموم شده، حالا که من و شما فقط تحلیل داریم میکنیم، اتفاقی رو افتاده. نتونست این شعار قشر عظیم خاکستری رو وسط بیاره. شما با بیان این جمله دارید منظور منو تکرار میکنید، دارید منو تایید میکنید. دقیقا همینطوره. ما یه ابزاری لازم داریم. ابزار چیه؟ اون ابزار یک انسان ایرانی. البته وقتی میگم یه انسان ایرانی، باز با اون 85 میلیون باید نگاه کنیم، نه به من و شما و چند نفر دیگه. یک انسان ایرانی باید بدونه حق خودش چیه. میدونه؟ بله. نمیدونه. یک انسان ایرانی به اعتقاد من، آقای شاهین پر، شما چند سال از ایران دوری؟ 30 سال. بیشتر، 35-30 سال. بسیار خوب، منم 38 سال. ما ایران امروز نمیشناسیم. نمیخوام در جهت تایید حکومت صحبت بکنم به هیچ وجه، چون این کاری نیستم. ولی مردم ایران تحول اساسی پیدا کردن که من این دخترایی که آمدن هستیشون رو دادن، گیسشون رو بریدن، خونشون رو دادن، خانواداش هیچ چیزی جز احترام با تمام وجودم براشون ندارم. اون قشر خاکستری، اما اون قشر خاکستری که پدر مادراشون باشن، عزیز من، تعریف باید عام باشه. شما به من بگو که الان قشر خاکستری اکثریت رو داره یا اون گروهی که فرهیخته است، فهمیده است، با شعور مطالعه کرده، همه چیزی رو میدونه. میدونم همچین قشری در ایران امروز وجود داره. در جامعه آقای شاهین، حیف که وقتی نداریم، در هیچ جامعه اون قشر فهمیده اکثریت رو نداره. در خود آمریکا که من و شما زندگی میکنیم، مگر همچین چیزی؟ نه. اگر چنین چیزی باشه، 70 میلیون رای آقای دونالد ترامپ برمیداره میاره، یا آقای جو بایدنی که را میره میفته زمین رای میاره، آیا این دوتا نماینده فهمیدگان ایالات متحده آمریکا؟ نه. نیستن. نه. شما چطور این انتظار از ایران دارید؟ از مردم ایران دارید؟ اگر قرار باشه پای فرمایش شما بنشینیم، آقای شاهین پر، ما عمر دوباره باید داشته باشیم، سه باره باید داشته باشیم. بله. 4-5 دقیقه بیشتر وقت در اختیارمون نیست، اینم در اختیار شما، من دیگه ساکت باشیم. من یک نکته به شما عرض بکنم. من به دلیل این تداوم در این چند سال، اون برنامه تاریخی که در همین تلویزیون شما اجرا میکنم، دوست و رفیقه بسیار بسیار زیادی از شماره به در واقعا در ایران پیدا کرد. یعنی من الان به اسم و رسم آدمایی رو در ایران میشناسم از اطراف کرمان، نمیدونم دورترین شهرهای خراسان، همه جا. روزی 140 تا 150 تا ایمیل من دریافت میکنم و با اینها در ارتباط هستم. این ارتباط عظیم من با اینها سبب شده که من صبح که سرم از خواب بیدار میشم، اصلا در تهران باید نفس بکشم. به فکر بلافاصله اصلا کارم که اون 30-40 سال این بوده که اول بیام اخبار ایران رو گوش بدم، ببینم در ایران چه اتفاقی افتاده، چی شده، چی نشده. جز این من حیات دیگری ندارم اصلا. خب این باشه. این ارتباط، این شبکه ارتباطی عظیمی که من با
مردم در داخل ایران دارن متوجه هستم که الان مردم چه نیازهایی دارند. من یه چند چیز رو بهتون دستگیرم شده به شما بگم. بیشتر از 90% مردم ایران قانون اساسی مشروطه رو نمیدونستند و نخونده بودند. امروز همین حقوق بشر این 6 صفحه از 5 صفحه مطلبه که انسان چه حقی داره. 95% مردم ایران نمیدونن اینو. از من خواستن که بند به بند توی تلویزیون براشون بگم. وقتی که پاسخهایی که برای من میاد متوجه میشم که نه میدونستن نه میدونن که باید این رو بدونن. مثلا یه آدمی از یه جایی در ایران برای منش آقای شانکر این حرفا خیلی خوبه ولی به چه درد به ما میخوره؟ این حقوق رو که کسی به ما نمیده. دیدگاه اینه. این دیدگاهی که باید عوض شه در ایران. یک انسان ایرانی باید بدونه که یک انسانه و هر لطمه‌ای که به یک انسان وارد شه به انسانیت وارد شده. اگه اینجا قرار بگیره تیربارانها و دار زدنهای مجانی و مفت تعطیل میشه. چطور ممکنه که سه تا ده تا ببرن دار بزنن بقیه به قول شما قشر خاکستری به دنبال نان و آب و برنج خودشه صداش در نمیاد؟ تو کجای دنیا این میزان سکوت در مقابل ظلم شما مواجه شد؟ اینا رو که کنار هم بگذاریم متوجه. بله من میدونم که دوران شکوفایی ذهن انسان ایرانی است، رشد کرده، این تجربه 44 ساله رشد عظیم فکری ایجاد کرده در مردم، همه این اتفاق افتاده، ولی ما راه درازی داریم. و گمان نکنید که دارم میگم مردم ها. من و این مردم هممون خودمون رو تیه چا میبینم. یه نوری از اون بالا میبینیم. نه اینکه فکر کنید خدای نکرده من دارم میگم که من از این مردم بیشتر میدونم. نه منم میانگین همین مردم. آخه شما نگاه کنید یه چیزایی رو من باش برخورد میکنم. در دوره قاجار این دیپلومات های خارجی که آمدن رفتن خاطره نوشتن، کتاب نوشتن، جدی، شوخی، همه جورش. مجموعاً 120 کتاب راجع به ایران نوشته شده. بعضی از اینا شده پایه و اساس ایران شناسی. فقط یه دونه از این کتاب. آقای شاهین‌فر فقط با یه جمله وقت داریم که فرمایشاتون رو در این قسمت تموم بکنیم. چون وقتمون به پایان رسید. دنیا میاد روی من ایرانی مطالعه میکنه. من خودم رو خودم مطالعه نمیکنم. من محل فرهیختگانم. رهبران فرهیختگان. تعارف نکنیم با خودمون. ما عیب به خودمون رو ببینیم. اشکالمون رو ببینیم برطرفش کنیم. سپاسگزارم. حیف که متاسفانه من به دلایلی که برای خودم هست، دلایل شخصی، نه به تلویزیون مربوط نیست، یکی دو هفته‌ای در تلویزیون نخواهم بود و به اصطلاح نمیتونم. وگرنه اگر شما رو میتونستم برای هفته آینده دعوت کنم بدون تردید این جدال رو با هم و این گفتگو رو با هم ادامه میدادیم و بعد از برگشتم بدون تردید این کار خواهم کرد و در چند جلسه فرمایشات شما رو میشنوم و
من هم به جان شما میافتم از سوی دیگه. به هر حال از دوستی شما بسیار مفتخر هستم، برای شما روز خوبی را آرزو میکنم، به امید که سالهای آینده سالهای پیروزی مردم ایران باشه و من و شما هم از جمله ایرانیانی باشیم که ناظر و شاهد این پیروزی باشیم. امیدوارم. بله بسیار عالی، روز روزگار همه باشه. بینندگان ارجمند، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام و وقت شما به خیر باد.